سلام خدمت همراهان تاپ 5 فارسی. توی این ویدئو به بررسی وضعیت بازیگران سریال نوستالژیک و خاطر انگیز پس از باران بعد از 23 سال پرداختم. پس اگر میخوای چند دقیقه خاطر بازی کنی و بدونی سرگذشت بازیگرای این سریال پرطرفدار چی شده، تا پایان ویدئو با من همراه باش. پس از باران یه سریال به کارگردانی و نویسندگی سعید سلطانیه که در 37 قسمت در سال 79 از شبکه 3 سیما پخش شد و در فضای گیلان فیلم برداری شد و نگاهی به تاریخ ایران در دوران پهلوی دوم داره. پس از باران داستان دکتر صادق مهرپرور و همسرش ستاره سالاریه که وقتی در راه شمال بودن در یک تصادف رانندگی کشته میشن و فرزندانشون از اونجایی که به این مرگ مشکوکن برای بررسی بیشتر ماجرا به شمال سفر میکنن و هرچه از سفرشون میگذره اونا از راز خانوادگیشون اطلاعات بیشتری به دست میارن و در نهایت حقیقت براشون آشکار میشه. حالا ببینیم سرگذشت بازیگرای این سریال محبوب چی شده. محمود پاکنیت در نقش ارباب عزت سالاری. محمود پاکنیت متولد دهم دی ماه 1331 در کازرون، بازیگر اهل ایرانه. اون از سال 1356 فعالیتش رو در تلویزیون و سینما آغاز کرد. محمود پاکنیت دارای مدرک درجه یک هنریه که از وزارت ارشاد دریافت کرده. اون با مجموعه روزی روزگاری به محبوبیت زیادی دست پیدا کرد و بعد از اون محبوبیتش با بازی در سریال های پدر سالار، پس از باران و همچنین یوسف پیامبر که در اون نقش حضرت یعقوب رو ایفا می کرد افزایش یافت. محمود پاکنیت دو پسر به نام های مسعود و مهرداد داره و خانوم مهوش صبرکن بازیگر خوب کشورمون همسر ایشونه. کتایون ریاهی در نقش خانم بس گلاب در رعی، زن اول ارباب. کتایون ریاهی متولد دهم دی ماه 1340 در تهران، بازیگر سابق و نویسنده ایرانیه. از مهمترین سریالایی که کتایون ریاهی در اونا بازی کرده میتونیم به پدر سالار، پس از باران، شب دهم و یوسف پیامبر رو نام ببریم که در این سریال کتایون ریاهی نقش زلیخا همسر عزیز مصر رو ایفا کرده و این نقش آخرین بازی کتایون ریاهی به عنوان بازیگر بود. کتایون ریاهی دو مرتبه ازدواج کرده و یه فرزند به نام پوریا رحیمیان داره که حاصل ازدواج اولشه. مرجان محتشم در نقش شهربانو یا خانم کوچیک، همسر دوم ارباب. مرجان محتشم متولد 1 فروردین 1349 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیون ایرانیه. مرجان محتشم با بازی در سریال پس از باران به اوج شهرت رسید و با این سریال بسیار محبوب شد. اون همچنین در سریال های آژانس دوستی و سریال ریحانه ایفای نقش کرده. مرجان محتشم از سال 87 در هیچ فیلم و سریالی بازی نکرده و بسیار کمکار شده. خودش در مورد کمکاریش گفته: من در اوج بازیگریم هم بارها عنوان کرده بودم. بازیگری نیستم که تنها ماندن در عرصه بازیگری را سر لوحه اهدافم قرار دهم و بخواهم به هر قیمتی بازی کنم. متاسفانه برخی از بازیگران با تن دادن به روابط نامشروع برای خود جایگاهی در سینما دست و پا می کنند. کاری که من حاضر شدم به قیمت حذف شدنم از عرصه سینما به آن تن ندهم. متاسفانه برخی از بازیگران هستند که برای محبوبیت کاذب و بودن در عرصه این بی اخلاقی ها را بدون در نظر گرفتن نقش خدا در زندگی به جان می خرند. به نظر میرسه که خانم مرجان محتشم مجرده و هنوز متأهل نشده. سبا کمالی در نقش مرضیه مهرپرور، دختر ستاره و صادق.
سبا کمالی متولد 24 بهمن 1355 در ساری بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایرانیه. سبا کمالی در سال 78 مدرک کارشناسی خودش رو از دانشگاه سینما و تئاتر دریافت کرد و همچنین دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجراییه. شروع فعالیت سبا کمالی در تلویزیون به سال 78 و بازی در سریال کیف انگلیسی برمیگرده و از دیگر سریال هایی که سبا کمالی در اونها نقش آفرینی کرده میتونیم به سریال شهریار، روزگار غریب، رستگاران و کلانتر اشاره کنیم. سبا کمالی در مورد کمکاریش در سینما گفته: من بابت هر جواب ردی که به پیشنهاد وقیحانه تهیه کنندگان دادم، آنها مرا 5 سال به عقب پرت کردند. یک مشت موجودات حقیر که اسم دیگری را روی آنها نمیتوان گذاشت. رحیم نوروزی در نقش جوانی فرخ گلابدره‌ای برادر خانم بس. رحیم نوروزی متولد 7 مرداد 46 در رشت، بازیگر سینما و تلویزیون ایرانیه. رحیم نوروزی با بازی در سریال پس از باران به اوج شهرت رسید و در فیلم‌ها و سریال‌های زیادی مثل تب، کلانتر دوک و کرگدن بازی کرده. رحیم نوروزی 3 بار ازدواج کرده که هر 3 به طلاق ختم شده و از ازدواج اولش صاحب 1 فرزند به نام پناه. جهانگیر الماسی در نقش پیری فرخ گلابدره‌ای برادر خانم بس. جهانگیر الماسی متولد 8 خرداد 1334 در زنجان از بازیگران ایرانیه. جهانگیر الماسی فارغ التحصیل رشته شیمی و فوق لیسانس حقوق و روابط بین المللیه. اون فعالیت هنری خودش رو در تئاتر در اهواز شروع کرد و با بازی در فیلم ریشه در خون وارد سینما شد. از مهمترین کارهایی که جهانگیر الماسی در اونها نقش آفرینی کرده میتونیم به سریال در چشم باد، پس از باران و 1000 دستان اشاره کنیم. محمد هادی قمیشی در نقش یونس سالاری، پسر ارباب و خانم بس. محمد هادی قمیشی متولد 1 فروردین 1340 در دزفول، بازیگر، طراح صحنه و لباس و کارگردان ایرانیه. محمد هادی قمیشی فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیباییه. آقای قمیشی در کنار درس خوندن وارد تئاتر شد و بعد از چندین نمایش موفق وارد تلویزیون شد. از کارهایی که محمد هادی قمیشی در اونها بازی کرده میتونیم به فیلم سینمایی عبور، تا مرز دیدار و الماس بنفش اشاره کنیم. اون با بازی در سریال پس از باران به شهرت و محبوبیت رسید و بسیار مورد توجه قرار گرفت. و در آخر باید بگم که از وضعیت تأهل این هنرمند عزیز چیزی در دست نیست. بهزاد فراهانی در نقش عمو جلال، عموی مرضیه و مسعود. بهزاد فراهانی متولد 1 بهمن 1323 در عراق، بازیگر، نمایشنامه‌نویس و فیلمنامه‌نویس ایرانیه. بهزاد فراهانی دوره‌هایی از تئاتر رو در فرانسه گذروند و در کارگردانی، بازیگری و نویسندگی فارغ التحصیل شد. آقای فراهانی همسر فهیمه رحیمنیا و پدر شقایق و گلشیفته فراهانیه. از مهمترین آثاری که بهزاد فراهانی در اونها نقش آفرینی کرده میتونیم به سریال امام علی، سریال پس از باران و سریال پشت بام تهران اشاره کنیم. ثریا قاسمی در نقش لیلی، همسر عمو جلال. مولود ملا قاسم معروف به ثریا قاسمی، متولد 25 آذر 1319 در رشت، بازیگر اهل ایرانه. ثریا قاسمی دختر حمیده خیرآبادی، بازیگر ایرانیه. اون در اوایل دهه 40 با گویندگی رادیو کار خودش رو شروع کرد و بعداً به تئاتر رو آورد و با بازی در فیلم آرامش در حضور دیگران وارد عرصه سینما شد. ثریا قاسمی یه دختر به نام بنفشه و 2 پسر به نام بابک و بهروز داره. از مهمترین سریالایی که ثریا قاسمی در
در اونا نقش آفرینی کرده میتونیم به او یک فرشته بود، پس از باران و سرزمین مادری اشاره کنیم. جمیله شیخی در نقش ام اقدس. جمیله شیخی متولد 9 اردیبهشت 1309 در زنجان بازیگر ایرانی بود. در سال 1339 با تئاتر خودکشی به کارگردانی علی نصیریان وارد تلویزیون شد. از کارهایی که جمیله شیخی در اونا بازی کرده میتونیم به سریال پس از باران، پدر سالار و فیلم‌های سینمایی مسافران، لیلا و کاغذ بیخد اشاره کنیم. جمیله شیخی مادر آتیلا پسیانی بازیگر خوب کشورمون بود. جمیله شیخی در روز پنجشنبه 3 خرداد 1380 در سن 71 سالگی بر اثر ایست قلبی درگذشت. نیکو خردمند در نقش خاله خانم، خاله ارباب. نیکو خردمند متولد 19 آبان ماه 1311 صداپیشه و بازیگر سینما و تلویزیون اهل ایران بود. نیکو خردمند خواهر بزرگتر آهو خردمند بازیگر ایرانیه. نیکو خردمند با بازی در فیلم پرده آخر وارد سینما شد و با بازی در فیلم خانه خلوت و سریال آوای فاخته به اوج شهرت و محبوبیت رسید. سرانجام این بازیگر خوب کشورمون در سن 77 سالگی درگذشت. مهوش صبرکن در نقش خانم بزرگ، مادر فرخ و خانم بس. مهوش صبرکن متولد 16 خرداد 1339 در شیراز بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون ایرانیه. اون تحصیل کرده مقطع دیپلم تجربیه که فعالیت خودش رو در سال 49 با تئاتر شروع کرد. مهوش صبرکن همسر محمود پاکنیت بازیگر خوب کشورمونه. از جمله مهمترین کارهایی که مهوش صبرکن در اونا نقش آفرینی کرده میتونیم به سریال پس از باران، پشت کوههای بلند و یوسف پیامبر اشاره کنیم. کیومرس ملک مطیعی در نقش نصرالله، پیشکار ارباب و برادر شمس الله. کیومرس ملک مطیعی متولد 13 دی ماه 1300 در بندر انزلی دوبلور، نویسنده و بازیگر ایرانیه. محبوب ترین نقش کیومرس ملک مطیعی بازی در نقش غلام شیشلولبند در مجموعه طنز زیر آسمان شهر بود. دایجان ناپلئون، گل پامچال، روزگار جوانی، پس از باران و زیر آسمان شهر از پربیننده ترین کارهای کیومرس ملک مطیعی در تلویزیونه. کیومرس ملک مطیعی در روز شنبه 21 فروردین 89 در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت. حسین توشه در نقش شمس الله، پیشکار ارباب و برادر نصرالله. حسین توشه متولد 1 فروردین 1333 در بیرجند بازیگر سینما و تلویزیون ایرانیه. حسین توشه اصالتاً جنوبیه و برای اولین بار در سال 77 در سریال دنیای شیرین دریا به کارگردانی منوچهر شمسایی و بهروز بقایی بازی کرد. از مهمترین آثار حسین توشه میتونیم بازی در سریال پس از باران، برادر و سریال مأمور بدرقه اشاره کنیم. حامد کلاهداری در نقش مسعود مهرپرور، برادر مرضیه. حامد کلاهداری متولد 12 دی ماه 1361 در تهران بازیگر و کارگردان ایرانیه. حامد فعالیت در سینما رو از سال 73 آغاز کرد و دارای مدرک کارگردانیه. اون در سال 87 فیلم شکلات داغ رو ساخت که در سینما اکران شد و یکی از پرستاره ترین فیلم های اون سال بود. حامد کلاهداری با سریال پس از باران به شهرت زیادی رسید و در سریال آژانس دوستی و حجره ابن ادی و همچنین در فیلم تعطیلات تابستانی بازی کرده.
امیر آتشانی در نقش جوانی عمو غلام. امیر آتشانی متولد 30 اردیبهشت 1349 در تهران، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیونه. امیر آتشانی متأهله و یه دختر و یه پسر داره. اون دارای مدرک فوق لیسانس کارگردانی از دانشگاه تربیت مدرسه. سال 79 بود که سریال پس از باران برای اولین بار پخش شد و یکی از نقش‌های منفی سریال به نام عمو غلام شهربانو در سریال پس از باران بسیار دیده شد. امیر آتشانی با بازی در این سریال خاطر انگیز به شهرت زیادی رسید. نادیا گلچین در نقش نرگس همسر یونس، پسر ارباب، متولد 18 اردیبهشت 1339 در رشت، بازیگر سینما و تلویزیون ایرانی بود. نادیا گلچین فرزند زنده یاد نادر گلچین، خواننده آواز سنتی کشورمون بود. اون با بازی در فیلم ابلیس وارد سینما شد و با بازی در سریال 3 در 4 به شهرت بیشتری رسید و سرانجام در سال 91 بر اثر نارسایی کلیه درگذشت. همراهان گرامی، نظرتون راجع به سریال خاطر انگیز پس از باران چیه؟ لطفاً واسمون تو کامنت ها بنویسید. خیلی ممنونم که تا پایان این ویدیو هم با من همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.